سلام، حالتون چطوره؟ امروز ولاگ داریم، یه ولاگ سفر مشهد با خانواده‌ام و مادر بزرگ عزیزم که تو این سفر همراه ما بودن. این سفر یه مقداری طولانی بود، من براتون خیلی کمش کردم، اما با من همراه باشین. خیلی جذابه، برای خودم یکی از بهترین سفرها بوده که کنار عزیزانم بودم. براتون میگم که اول سفر ما رفتیم به کاروانسرای زعفرانیه در سبزوار، به خاطر اینکه توی ملات این کاروانسرا به جای کاه از زعفران استفاده کردن بهش میگن کاروانسرای زعفرانیه، که این موضوع فقط توی یه سری از سفرنامه ها قید شده و زیاد هم میگن که معتبر نیست. متاسفانه درش بسته بود، ما داخلش رو نتونستیم بریم، ولی خب به همین صورت هم که دیدیم خیلی باشکوه بود برای دورای صفوی قاجار و مقداری از معماری شمال سلجوقیانه. در همین حد میتونم نشون بدم چون که درش قفله. ساختن بهره برداری کردن اینجا واقعا جای با صفایی بوده، واقعا اون روزا زندگی کجا بسرم؟ یه جایی آب داره یا نه؟ بریم ببینیم آب داره. خب ما ماشینامون از هم جدا بود، مامانم اینا با یه ماشین جلوتر رفته بودن و مادر بزرگم، و هر شهری که می رفتیم قبل از ما اونا اونجا بودن. حالا اونا به مشهد رسیدن و ما اطراف سبزوار و نیشابور رو داریم می گردیم. الانم داریم میریم به مقبره خیام. این خانم فالگیرم که می خواد برام فال بگیره و به نظرش من کلی حسود و دشمن داشتم. مرسی. همونطور که میدونین ریاضیدان بوده، اخترشناس بوده و شاعر. پارسی هم که از ذوقش نمیدونه چیکار کنه، از این ور بره، از اون ور بره، از کجا سر در بیاره. بچه ها ساکت. من ندادی که بیا بچه ها، بیا بودو. اینجا که ما هستیم دیروز روز پسر بوده و یه خانومی اومده بودش اینجا برای بچهش که پسر بود کیک خریده بود و داشت اینجا عکاسی میکرد و بهش روز پسر رو تبریک میگفت، که اتفاقی ما اونجا رسیدیم ازشون عکس گرفتیم و اون خانوم هم زحمت کشیدن کیکشون رو به ما دادن، ما هم برای روز پسر یه عکسی داشتیم. اینم روز پسر ما. پارسی هم مفهوم مرگ رو نمیدونه و فکر میکنه که کسی اونجا خوابیده، به خاطر همین وقتی که آرامگاه و قبری میبینه زیرش خم میشه، نگاه میکنه دنبال کسی میگره که اون زیر خوابیده باشه. اینجا که من داشتم فیلم میگرفتم، اتفاقی یه اسبی به نام زیبا که بعدم میگم چیکار کرد، یورش برده بود برای اسبای دیگه و داشت دعوا میکرد. خب اینم آرامگاه عطار نیشابوری و سمت راست تصویرم آرامگاه کمال الملک. این نمیدونه مردن آخه یعنی چی؟ خوابیده. تا
تولید محتوا کردن با افرادی که باهات مسافرت میان خب سخته، ولی فکر کنم به خانواده ما سخت ترینه. حضور پارسیا به کنار، حسام کنجکاوم به کنار، همسر عاشق عکس هم از یه طرف. پارسیا تو هم یه واسه بشه بابا. بشه من پارسی بشه. پارسیا. پارسی برو آقا رو از جلو ببین. پارسی بیا بابا. بابا نگید این چیزا رو به بچه. این الان هی میگه چرا یه نفر با زیر سنگ باشه. محمد حفاری کمال الله. خب من اینجا رفتم یه دستی به آب برسونم و برگشتم دیدم بچه ها سوار اسب شدن. یه اسب کوچیکتر و آروم برای پارسیا و اون اسب شیطون و سرکش به اسم زیبو برای حسام. تا اینجا یه کار که همه چی عادی بود و اینا هم داشتن سواری میکردن و پارسیا هم کیف میکرد، تا اینکه من همینجوری که داشتم فیلم میگرفتم از فیلم گرفتن خسته شدم، اومدم ببینم چه عکسایی گرفتم. یهو دیدم حسام و اسبش با سرعت جت و نور از کنار من رد شدن و صاحب اسبم دنبالشون. حالا اسبه بود و صاحب اسبم دنبالشون بود و انقدر سرعتشون زیاد بود و منظره ترسناک بود که یه موتوری اومد به صاحب اسبه کمک کرد، سوارش کرد، دنبال اسبه رفتن و گرفتنش رو آوردن. بیچاره حسام دیگه رنگ به رو نداشت. این دو آقا هم پارسیا رو به من داده بودن و همسرم رو سوار کرده بودن، برده بودن پشت اون دیواره این صحنه ها رو نبینه. یعنی همسر من از همه جا بیخبر بود. ببینید این زیبا اصلا رام نبود. حسام پارسیا اسب چه رنگیه؟ سفید. یو علی اسب حسام ترسیده بودی؟ نه اسب آرومه. نه با یه گردال همچین بارم حاضر شدیم که بیمارم از اونجایی که از مجردیم به بعد حدوداً 15 ساله که با پدر مادرم مشهد نیومده بودم، خیلی دوست داشتم که باهاشون به این سفر بیام و نقطه قوت این سفر حضور مادرجون عزیزم بود. همه عزیزات کنارت باشن، روز پدر و میلاد حضرت علی هم باشه. خدا رو شاکر مادر جون من برخلاف سن و سالش دل جوانی داره، کنارش خیلی خوش میگذره. میتونین ویدیوهای دیگه من و مادر بزرگم رو توی کلیپ های قبلی کانال تماشا کنین. خیلی ممنونم که به اعتقادات و عقاید دیگران احترام میذاری دوست خوبم. اینجا همچای خونه یه صحنه کوثره که واقعا حس و حال خیلی قشنگی داشت. چای خوشمزه و خوش عطر شیرین شده با نبات رزوی، خیلی هم چسبید، جای همگی خالی.
اینجا هم که شب میلاد حضرت علی و روز پدر بود. چه قشنگتر از این که با پدرم اینجا بودم. حسابی هم نقاره زدن و خیلی حس و حال زیبایی درست شده بود. همینطوری که داشتیم کیف میکردیم یهو بارون شروع به باریدن کرد. ما هم که بارون ندیده، امسالیش بارونی ندیده بودیم، کیف میکردیم نشسته بودیم. یهو صدا زدن خواهش میکنیم زبارا کمک کنید، فرشا رو جمع بکنید. یکی از این ور جمع میکرد، یکی از اون ور جمع میکرد، ولی من همچنان محو تماشای این بارون خوشگل شده بودم. آخه من اصلا برف رو دوست ندارم، من عاشق بارونم. خلاصه که خیلی خوش گذشت. با مامانم رفتیم، رسیدیم به چای خونه و یه چای شیرینی شب عیدم خوردیم. جدای از اعتقادات همه، سطح انرژی توی حرم انقدر بالاست و مردم با یک امیدی به اینجا میان و انرژی های مثبت گره به هم میخورن و بالا میرن. اینجا همیشه سبکه، اینجا همیشه دلا آرومه. من که خیلی این حس و حال دوست دارم، مخصوصا حیات حرم رو خیلی دوست دارم. داداشم که از بچه های مشهد بود برامون باقلاوای مشهدی آورد، خیلی هم خوشمزه بود. بعد رفتیم حرم دیدیم بابا ویلا اون بارونای خوشگل دیشب شده برف. هیچی دیگه، ما هم دلو زدیم به دریا و مثل همه به به چه چه کردیم و گفتیم چقدر خوشحالیم. مادر جون با ویلچر آوردیم سر صف نماز، بهمون گفتن که گلهای متبرک زرین رو تو بسته‌بندی‌های کوچیک بسته‌بندی کردن و بین نمازگزارا پخش میکنن. مادر جون از اینکه این گل خوشگله بهش دادن کلی خوشحال بود. دیگه با علیرضا رو افتادیم رفتیم بازارگردی که هم سوغاتی بخریم هم کادوی روز پدر. مادر جونم مثل من عاشق خریده، ولی متاسفانه هوا سرد بود، نمیتونستم اصلا هیچ جوره بیارمش با خودم بیرون، ولی حتما یه تور تهران گردی با مادر جون برای خرید ظرف و ظروف یا لباس خواهیم داشت. بعدش رفتم پیش بابا حرم، تنهایی با هم حرم بودیم و دعای کمیل خوندیم. فرداشم رو افتادیم به سمت قزوین. توی جاده برف اومده بود و مردم برای دیدن اولین برف زمستونی خیلی خوشحالی میکردن. کاهن کنار جاده واسطه بودن و کلی میزدن و میرقصیدن. اینم از سفر خانوادگی ما. خیلی ممنونم که با من همراه بودین و این ولاگ رو تماشا کردین. اونایی که دوست دارن هر چه سریعتر مشرف بشن و زیارت بکنن که ایشالله قسمت همشون بشه. اونایی هم که دوست ندارن و سفر سیاحتی دوست دارن، ایشالله که برشون سفر سیاحتی خوب جور بشه، برن سفر و حالشو ببرن. مرسی مثل همیشه من همراهی کردین. کامنتاتون به من دلگرمی میده. خدا نگهدارتون.